یک سری اتفاقات هست. کسایی که میان اینجا، حالا اون کسایی که کار هنری میکنن، اون یک سلبریتی هم فکر میکنن اگه واقعا اینجا بیان یک کار هنری رو انجام بدن، کسایی که بلدن، حالا صرفا اینکه که فیمس باشن نه، کسایی که هنرمندن، فکر میکنن اگه بیان اینجا یک کارهایی رو انجام بدن و مثلا بیا تو فیلم آقای تفرشی بازی کنه، مثلا چون تو کشور خودش نبوده یه جوریه انگار براش افت داره و نمیکنه این کارو و فکر میکنه اگه برگرده ایران دیگه راش نمیدن. من نمیدونم این واقعا هست یا چون الان شما مثلا میگی من یه فیلم نامه دارم، آقا کیو میخوای بذاری بازی کنه؟ شما مثلا یه دختر مثلا 25 ساله نیاز داری که بازی کنه، خب کیو میخوای بذاری که بازی کنه؟ یعنی کسایی که اینجا، من میدونم خیلی از اون کسانی که در ایران بودن و کار تئاتر، شما میبینید تو ایران چقدر فعالن، همه تو کار تئاتر رو میبینن، بازی میکنن، به قول معروف فیلم های مینویسن، میبرن، میارن دفترهای فیلم سازی، میرن تست میدن، ولی نمیدونم چرا اینجا خیلی تو این قضیه حالا راغب نیستن. آیا ترسی وجود داره؟ آیا اینجا محیطش یه جوریه که دور میکنه آدم ما رو؟ و نمیدونم چی شما فکر میکنی راجبش. ببینید یه مقدمه کوتاه بگم بعد از این تموم شدن ضبط ترمینال تهران تورنتو، من با یک مخزن بزرگی از آدم های مستعد آشنا شدم. خیلی جالبه، به صورت اتفاقی هم نبود، چون داشتیم تدارک یک کار رو میدیدیم که قاعدتا به موقعی که میخواست انجام شد الان رو ضبط باید میبودیم، ولی خب به دلیلی که حالا مسائل پیش اومد انداختیمش بعد از، یعنی 3 ماه دیگه انشالله ضبطش میخوایم شروع کنیم. آدم های بسیار خوب و بسیار بسیار با استعداد، من با 9-10 تا خانم آقای جوان مصاحبه کردم که فکر میکنم حداقل نصفشون میشه نقشای خیلی خیلی جدی رو بهشون سپرد و بنابراین اینجا هستن. بله اینجا هم هستن. و اما اینکه افراد اینجا ملاحظاتی دارن، من فکر کنم ملاحظات فقط ملاحظات زندگیه، یعنی فکر میکنم چیز دیگه باشه. یعنی یه نفر اگه قرار باشه که 3 ماه کارش بل کنه بیاد سر کار سینمایی، باید حتما 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 از بابت زندگی خیالش راحت و تأمین باشه. و بسیار از پروژه ها اینجا اصلا اینطوری نیست، پروژه ها ارزونه یا حامی نداری یا اسپانسر، عشقی افراد جمع میشن دور هم دیگه امکاناتش فراهم میکنن و کارو میسازن. این جنبندی من از مطلبی که شما فرمودید.